حفظ امنیت شهروندان و پیشگیری حقوق و رانکنی ها در میان شهروندان و همان و حفظ حقوق استعمال کنندگان وظیفه اولین درجه مقامات حفظ حقوق و ریاست استاندارتیزاسیا ارزیابی میگردد. در پرتو این مطلب کارمندان ریاست استاندارتیزاسیا مترولوژی سرتیفیکاسیا و نظارت سودای ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با شعبه کارهای داخلی شهر خارو در دکان و مغازه ها و بازارهای شهر خارو سنجش گذرانده مواردهای زیاد قانون و رانکنی ها را در سمت سودا و تجارت روی کار آوردند. نتیجه سنجش مشترک معاین ساخت که تا هنوز هم حقوق استعمال کنندگان پایمال شده، محصولات خوراکی پست‌صفت و مشروبات اسپیرتی خود ساخت و بدون اجازت نامه و اکسیز همروزه در شهر خارو فروخته می شود. این مقدار مشروبات اسپیرتی پست‌صفت که برندهای معمول را معرفی می کند، در آزمایشگاه ریاست استاندارتیزاسیا ولایتی مورد تشخیص و آزمایش قرار گرفته است. با اندیشه متخصصان ساحه، اکثریت این عرق ها با طلبات استاندارد دولتی یعنی معیار اصلی شرابسازی برابر نیستند. فقط در دو ماه اخیر از طرف ناظران سبتای ریاست استاندارتیزاسیا و اینچنین ارگان های حفظ حقوق ولایت با آزمایشگاه تشخیص محصولات خوراکواری زیاده از 5700 عدد شیشه مشروبات اسپیرتی پیشنهاد کرده شده بود. تشخیص ها نشان دادند که زیاده از 5670 عدد مشروبات اسپیرتی با بعضی نشان دادها یعنی با نمود بیرونه قوتناکی گنجایش و اینچنین از معیار معین گردیده زیاد بودن آلدهید ها در ترکیبشان که آن برای سلامتی انسان ضررآور می باشد غیر استانداردی دانسته شده از معاملات بازداشته شده. مقدار معین مشروبات مسکننده دیگر در انبارخانه شعبه کارهای داخلی شهر خاروخ برای نیستکنی نگاه داشته شده است. در اینجا اصلا حرق های گران ارزش، شامپون و آب جو یا خود پیوه نگاه داشته می شود. اما اکثریت عرق دستگیر شده در این کانتینر جا دارد. درهای آن با زنجیر قلف محکم بوده مهر مانده شده است. متاسفانه هنگام ثبت و نوار برای نشان دادن مشروبات در این کانتینر موجود بوده امکانات دست نداد. سبب آن بود که هنگام ثبت و نوار ما کلید این قلف‌های آویزان در دست تاجر یا خود صاحب این مقدار عرق و شراب قرار داشتند. اما بنا به عقیده کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر خارو و مسئولین ریاست استاندارتیزاسیا ولایتی، پس از تشخیص تمام مشروبات اسپیرتی دستگیر شده که 5700 دانه شیشه عرق را در بر می‌گیرد نابود می‌گردد. در عرفیت شراب رو مادر همه بدبختی ها میگویند، اما در جامعه امروزه ما محدودیت به خریدن شراب تنها کودکان و نورسان دارند. نسل از 18 ساله بالا این محدودیت رو ندارد و از این است که اکثریت جوانان و ساکنان تا 50 ساله بیشتر به استعمال شراب مشغول میباشند. برای تو اندازه به نظام در آوردن تمایل شراب خوری، حکومت کشور هنگام تصویب قانون درباره تنظیم آنانه و جشن و مراسم ها استعمال شراب در توی محرکه ها رو منع ساخت. بعد اقرار شد این قدم استوار در سالم نگه داشتن جامعه و نسل جوانی ملت ما بود. اما باز هم متاسفانه شاید از سستی نظارت در توی معرکه ها باشد و یا شاید از جهت فراوان و دسترس فروخته شدن این نمود نوشاکی در شهر باشد، بیشتر جوانان مبتلای بیماری می شوند و یا جان می سپارند. به اطلاع مسئولین مقامات حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی، رخ دادن صدمه های نقلیاتی که در آن چندی نفران هلاک می گردند بیشتر به نتیجه استعمال شراب رفت دارند.